افشای خانه های امن اعضای گروه طالبان برای انجام فساد اخلاقی یا زنا. راسک نیوز گزارش می دهد اعضای گروه طالبان برای انجام فساد اخلاقی یعنی زنا در شهر کابل خانه های امن ساختند. در پی نشر نوارهای تصویری پی هم تجاوز بر دختران و لواط با پسران زیر سن از سوی مقامات و اعضای گروه طالبان، چندین منبع معتبر در شهر کابل بر راسک گفتند شماری از مقامات و اعضای گروه طالبان در نقاط مختلف شهر کابل مکانهای مخصوصی را جهت انجام فساد اخلاقی ایجاد نموده و در آنجا زنا می کنند. گروه طالبان در نزدیک بعد 2 سال سلطه بر افغانستان محدودیت‌هایی را به نام اسلام و شریعت اسلامی در کشور وضع نموده و زنان را از جامعه به صورت کامل حذف کردند. بر بنیاد اطلاعاتی که منابع در اختیار خبرگزاری راست قرار داده است، نشان می‌دهد که افراد گروه طالبان به شمول مقامات بلندپایه‌ها در شهرهای بزرگ افغانستان از زمان سلطه تا کنون مرتکب صدها جرم فساد اخلاقی، تجاوز جنسی بر زنان، لواط، سوء استفاده جنسی از کودکان، ازدواج‌های اجباری با دختران خردسال و موارد دیگر فساد اخلاقی شدند. چندین منبع معتبر مردمی اخیراً در صحبت با خبرگزاری راست گفتند اعضای گروه طالبان در شهر کابل به شدت آلوده به فساد اخلاقی یعنی زنا شده و اعضای این گروه همروزه برای رفع غرایز جنسیشان در بدل پرداخت پول برخی از زنان روسپی را در خانه هایشان مورد حمایت نیز قرار می دهند. این منابع گفتند گروه طالبان شماری از زنان روسپی را در بدل پرداخت پول راضی به انجام فساد اخلاقی یعنی زنا ساخته و آدرس های مشخص از سوی این گروه برای انجام فساد اخلاقی مورد حمایت قرار گرفته و مردم محل نتوانستند مانع آنها در محلات مسکونیشان شوند. دست کم 3 منبع معتبر در کابل براست گفتند اعضای گروه طالبان در محلات مختلف شهر کابل مصروف فعل زنا هستند. یک باشنده شهرک آریا در ناحیه 15 شهر کابل به اسم مستعار نوید احمد گفته است که در همسایگی آنان یک آپارتمان رهایشی 4 اتاقه توسط یک زن که 4 دختر جوان و 1 مرد کهنسال دارد از 2 ماه بدین سو به کرایه گرفته شده و همه روز اشخاص گوناگون از صبح زود تا ناوقت شب به خانه اش رفت و برگشت داشته و بیشتر افرادی که به خانه او رفت آمد می کنند اعضای گروه طالبان هستند که در برخی موارد با موترهای نظامی نیز به این محل می آیند. به گفته این باشنده شهرک آریا مردم منطقه و صاحب آپارتمان پس از بررسی وضعیت این خانواده که همه زنان هستند از آنان خواسته است که برای جلوگیری از مزاحمت در ساختمان و شهرک رهایشی به مهمانانشان بگویند کمتر رفت آمد کنند. اما این خانواده که تنها 1 مرد کهنسال دارد گفته است که آنان مهماندار هستند و مردم هم باید بپذیرند. به گفته منبع زنان جوان به صاحب این آپارتمان همچنان هشدار دادند که نمی تواند آنان را از این خانه اخراج کند. این باشنده محل همچنان اضافه کرده است که مردم از بهر مزاحمت و رفت و برگشت مردان ناشناس به حوزه مربوطه شکایت کردند، اما عامر حوزه با آنان گفته است که مردم حق ندارند کسی را از خانهش کوچ داده یا مزاحم رفت آمد و مهمانان او شوند. این منبع همچنان گفته است که افراد گروه طالبان با سلاح و موترهای نظامی از شام تا ناوقت‌های شب در این منزل حضور داشته و در جریان روز نیز افراد با لباس طالبانی و موترهای نظامی به این محل رفت آمد دارند. منبع همچنان گفته است که این خانواده به مردم محل هشدار داده در صورت مزاحمت به او یا دخترانش همه را زندانی و توسط حوزه امنیتی گروه طالبان لتکوب خواهد کرد. در این حال یک منبع معتبر دیگر در کابل به خبرگزاری راست گفته است که گروه طالبان در منطقه کوته سنگی شهر کابل به گونه مستقیم از یک خانواده که روسپیگری می کند حمایت نموده و شماری از همسایگان این خانواده را که از رفت آمد اعضای گروه طالبان به ساختمان رهایشی آنان در منطقه شاداب ظفر شهر کابل شکایت کرده بودند به شدت لتکوب نموده و به مردم محل گفتند در صورتی که بار دیگر دست به مزاحمت به این خانواده بزنند زندانی خواهند شد. این منبع همچنان گفته است امروزه در این آپارتمان رهایشی افراد متفاوتی از اعضای گروه طالبان
به شمول عامر اوزه و دیگر مقامات بلند رتبه با موترهای زرهی رفت آمد داشته و زنان جوان نیز از بیرون به خانه آمده و تا ساعت یک شب در آنجا مانده و شبانگام توسط موترهای مدل بالا که مرتبط به افراد گروه طالبان است به خانه هایشان برده می شوند. یک منبع دیگر به اسم مستعار ظریف در صحبت با خبرگزاری راست چشمدید خود را از حوزه امنیتی گروه طالبان در کوتل خیرخانه شهر کابل که شماری از مسئولان به شمول عامر این حوزه از دوستان نزدیک او هستند ابراز نموده و گفته است اعضای گروه طالبان به شمول عامر حوزه امنیتی در کوتل خیرخانه شهر کابل یک زن جوان را که برای انجام فساد اخلاقی به داخل حوزه آورده بود و به گونه مکرر مرتکب انجام زنا شده بودند به اسم مستعار بندی خطاب کرده و برای این که من نفهمم چه جریان دارد یکی از سربازان طالب با عامر حوزه گفت مولوی صاحب بندی را رها کنیم. عامر حوزه امنیتی با خنده پاسخ داد که نخه چون کار بندی تمام نشده است. وقتی من از دوستان طالبم که در حوزه بودند پرسیدم بندی کیست آنها نیز با خنده گفتند که بندی یک زن مقبول است و کارش در ختم روز تمام می شود. از سوی دیگر یک منبع معتبر در دشت برچی از مربوطات حوزه اجرام شهر کابل نیز روایت از فساد اخلاقی اعضای گروه طالبان در این محل داشته و گفته است یک عضو قندهاری گروه طالبان را با 4 تن دیگر همراهانش که برای انجام فعل زنا به یک خانه می‌خواستند بروند در همکاری با یکی از دوستانش که مسئول استخبارات در این منطقه از بلفیل با قرص‌های تقویت کننده جنسی و مواد نشه‌آور به دست استخبارات داده و به گفته این منبع هر کدام از این اعضای گروه طالبان در مبلغ 5000 روپیه کابلی یعنی افغانی برای انجام فعل زنا آماده شده بودند. گزارش ها از افزایش فساد اخلاقی زنان توسط گروه طالبان در حال ابراز می شود که پیش از این گزارش های پیهم از استفاده جنسی گروه طالبان از پسران زیر سن 18 ساله در پایگاه های نظامی این گروه نیز در دسترس خبرگزاری راست قرار گرفته بود و اطلاعاتی از افزایش تجاوز جنسی اعضای این گروه بر زنان همروزه در استانهای مختلف کشور نشر می شود. شماری از آگاهان میگویند گروه طالبان از فقر و ناداری شماری از خانواده ها سوء استفاده نموده و با وضع محدودیت های ظالمانه بر زنان شماری را مجبور به انجام فساد اخلاقی برای دریافت غذا کردن و باور آنان یک تعداد از زنان که تنها نانآور خانه بوده و در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند با وضع محدودیت از طرف گروه طالبان به شدت با فقر و گرسنگی مواجه شده و از روی ناچاری دست به فساد اخلاقی میزنند. از سوی دیگر اعضای گروه طالبان که سالها با کاهش فقر جنسی مواجه بودند از ناداری و گرسنگی مردم استفاده نموده و در پی رفع غرایز شهوانیشان به زنا و لواط روی آوردند. محب الله رحیمی استاد دانشگاه و جامعه شناس براست گفته است افراد گروه طالبان در 2 سال حضورشان در شهرها به شدت متاثر از فرهنگ شهرنشینی شده گشت و گذار زنان و دختران در شهرها روی آنها تاثیر گذاشته است. او در ادامه گفته است نبود سواد کافی عدم آگاهی فکری از ارزش‌های اسلامی سالها دوری از اجتماع انسانی و عدم پابندی اعضای این گروه به ارزش‌های اسلامی موجب شده است آنان بیشتر به فساد اخلاقی مانند لواط و زنا روی بیاورند. با گفته این جامعه شناس شماری از اعضای گروه طالبان در مدرسه های پاکستان با فرهنگ استفاده جنسی از پسران آشنایی دارند و پیش از این نیز آنان در مورد متعدد از نوجوانان استفاده جنسی می کردند. با باور او گروه طالبان به هیچ ارزش پابندی نداشته و مورد تحت عنوان ارزش های اسلامی برای آنان به عنوان نمادهای سمبولیک جهت فریب مردم در افغانستان استفاده می شود. افزایش فساد اخلاقی یا زنا و لواط توسط اعضای گروه طالبان که خود را دایدار ارزش‌های اسلامی می‌دانند در حال در کشور رو به افزایش است و روزانه نوارهای مختلفی از فساد اخلاقی اعضا و مقام‌های آنها در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که اعضای این گروه خانه‌های امنی را جهت انجام زنا ایجاد کردند. تشکر از توجهتان. تا بعد. بدرود.